در خط تازه ترین خبرهای امروز، اشرف غنی زمینه ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی در امارات عربی فراهم شده است. والی هرات وضعیت امنیتی به زودی تغییر میکند. و همچنان در پایان، مارشال عبدالرشید دوستان وارد افغانستان شد. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اشرف غنی زمینه ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی در امارات عربی فراهم شده است. اشرف غنی رئیس جمهور میگوید با منظور ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی در امارات متحده عربی جای در نظر گرفته شده است. طبق اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی این اظهارات را در جلسه امنیتی در ولایت خوست بیان کرده است. امروز شنبه 19 سرطان به خوست سفر کرده بود. او گفت که برای نیروهای امنیتی و دفاعی امکانات کم بود نیست و به گفته او به خاطر تمویل و تجهیزات این نیروها تعهدات بین المللی پابرجاست. غنی افزوده که به منظور ترمیم تجهیزات نیروهای هوایی در امارات متحده عربی جای در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور در خود به مسئولان این ولایت به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت امنیتی هدایات لازم داده است. در این جلسه مسئولان امنیتی به رئیس جمهوری اطمینان دادند که هماهنگی میان نیروهای امنیتی زیاد شده است و مردم در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی هستند. رئیس جمهور پس از استماع صحبت‌ها و پیشنهادات آنان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر شکست دادن دشمن و اینکه روحیه عالی و ظرفیت بلند دارند تشکر کرده و گفت که آبادی خوست، مسئولیت و حفاظت از آن به دوش شما می باشد. این در حالی است که اخیراً طالبان بر تجدید حملات بر ده‌ها ولسوالی مسلط شدند. این گروه مدعی است که می تواند کل افغانستان را طی دو هفته تسخیر کند. همچنان این در حالی است که به نقل صفحه رسمی نفیسا نوری، تازه مارشال عبدالرشید دوستم کشور ترکیه را به قصد افغانستان ترک کرد. همچنان این در حالی است که به نقل از گزارشنامه افغانستان، ترکیه در گرداب جنگ جدید در افغانستان. روسیالیوم ترکیه 2000 معارض سوری را به افغانستان اعزام می کند. فلسفه اصلی علاقمندی ترکیه به گرفتن میدان هوایی کابل روشن شد. برگرفته از خبرگزاری تسنیم وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در حالی که ترکیه به بهانه تامین امنیت فرودگاه کابل برای ادامه حضور در افغانستان تلاش میکند. روسیالیوم گزارش داده که انقره از معارضین سوری خواست تا 2000 نفر از جنگجویان خود را به افغانستان اعزام کند. این نشریه روسی افزوده که اطلاعات از سرکرده های معارضین دولت سوریه با تایید این موضوع نشان می دهد که افسران سرویس اطلاعاتی ترکیه MIT و معارضین سوری برای آماده سازی اعزام جنگجویان به افغانستان با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس این گزارش، سرکرده های معارضان سوری حاضر در این جلسه به شهر زیل است. 1. سیف ابوبکر فرمانده لشکر الحمزات. 2. سائر معروف فرمانده تیپ سمرقند. 3. حسین خیری از تیپ سفورالشمال. فهیم عیسی فرمانده لشکر السلطان مراد. 5. محمد الجاسم ملقب به ابو امشه فرمانده تیپ سلیمان شاه. 6. یاسر عبدالرحیم فرمانده سپاه مجد. روسیالیوم در ادامه نوشت که ترکیه از سرکرده های معارضان سوری خواست است تا 2000 جنگجو را به عنوان اولین گروه آماده کنند تا در صورت لزوم آنها را به افغانستان اعزام کنند. به گفته منابع،
معارضان سوری در اعضای سفر جنگیان خود به افغانستان خواستار حقوق ماهانه $3,000 برای هر یک از این جنگیان شده است. همچنان این در حال است که والی هرات وضعیت امنیتی به زودی تغییر می کند. 8 صبح کابل. مقام های محلی هرات می پذیرند که نیروهای امنیتی از اکثر ولسوالی های این ولایت به شمول بندرهای ترغندی و اسلام قلعه عقب نشینی کرده اند. عبدالصبور قانی والی هرات روز شنبه 19 سرطان در یک نشست خبری گفت که با راه اندازی عملیات های نظامی وضعیت امنیتی و زودی تغییر خواهد کرد. او گفت با منظور کنترل وضعیت پیش آمده اخیر هرات اقدامات کامل روی دست است و همشهریان هرات اطمینان می دهند که به وظایف و کار و بار روزانه خود دوام بدهند و شهر وضعیتش کامل تامین شده است. والی هرات افزود نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی بر رهبری محمد اسماعیل خان در حال بسیج هستند و حکومت روی برنامه مشخص کار میکند تا نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی تعرض را آغاز کنند. در روزهای اخیر نیروهای امنیتی از عبدالولسوالی هرات عقب نشینی کرده و طالبان کنترل این ولسوالی ها را به شمول بندر مرزی ترغندی و اسلام قلعه به دست آورده اند. با این حال پنتاگون خواستار فشار بین المللی برای رسیدن به توافق داخلی در افغانستان شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم.